طراحی جهانی برای یادگیری و یا UDL چهارچوب طراحی شده ای است که معلمان می توانند با استفاده از آن موانعی را که شاگردان در صنوف درسی با آن مواجه اند کاهش داده و سطح دسترسی شاگردان به فرصت ها را در راستای موفقیت شاگردان افزایش بدهند. در این ویدیو سه اصل UDL را مورد بررسی قرار می دهیم که توسط مرکز فناوری های کاربردی و ویژه و مرکز ملی طراحی جهانی برای یادگیری آماده شدند. معلمان می توانند با استفاده از این سه اصل ابزارهای متعدد برای جذب شاگردان به درس ایجاد کنند و یا راههایی را به وجود بیاورند که از طریق آنها معلم ها بتوانند محتوای درس را برای شاگردان جالب، مرتبط و تشویق کننده بسازند. اصول سه‌گانه می توانند ابزارهای متعددی برای شاگردان شما و منظور نمایش اطلاعاتشان فراهم کنند. این اصول همچنان برای بیشتر شدن دانش شاگردان از مضامین درسی یا ایجاد روش‌هایی که بر اساس آنها مواد و منابع درسی با استفاده از طیف وسیع از قالب‌ها و تکنیک‌های ارائه شوند خیلی مؤثرند. و در حالی که دانش آموزان به دنبال نشان دادن دانششان از مضامین درسی هستند، ابزارهایی را برایشان ارائه دهید که آنها را در عمل و در بیان دانششان از مضامین درسی کمک کنند، یا روش‌های مختلف پیشنهاد کنید که با آن روش‌ها بتوانیم چگونگی مهارت و دانش شاگردان را ارزیابی کنیم. قبل از این که بخواهیم معنای واقعی این اصول را بررسی کنیم و چگونگی آنها را در صنف‌های درسی مورد ارزیابی قرار دهیم، بیایید مشخص کنیم که چرا کست و مرکز ملی UDL به این سه مفکوره تاکید دارند. هر کدام از این اصول بر اساس شبکه‌های عصبی در مغز ما طراحی شدند. با ارائه ابزارهای متعدد و سرگرم ساختن شاگردان به درس، شبکه‌های چرا را در ذهنشان فعال بسازید. پرسش‌های چون چرا باید این را یاد بگیرم یا از این اطلاعات چه زمان استفاده خواهم کرد با شریک ساختن شاگردان در درس، می توانیم به این نگرانی ها رسیدگی کنیم و به شبکه های مؤثر ذهنی خود وصل گردیم. ارائه اطلاعات با روش ها و ابزارهای متعدد شبکه های چی را در مغز ما، به ویژه آن بخش های مغز ما را که به مسائل مربوط به درک محتوا و پردازش اطلاعات سر و کار دارد، فعال می کند. با ارائه اطلاعات به بیش از یک روش می توانید به شاگردان خود کمک کنید تا درک عمیق‌تر و کامل‌تر از مفاهیم به دست بیاورند. و ارائه ابزارهای متعدد عمل و بیان شبکه‌های چگونه را در مغز ما فعال می‌کند، یعنی شبکه‌های استراتژیک که به ما امکان می‌دهند اطلاعات را که آموخته‌ایم دریافت کنیم و آنها را به چیز معنادار و جدید تبدیل نماییم. تشویق و توانمندسازی شاگردان برای نمایش دانششان به روش‌های مختلف اما مناسب می‌تواند به آنها کمک کند تا شبکه های ذهنی استراتژیک قوی تر ایجاد کنند. هر کدام این اصول در عمل چگونه به نظر خواهند رسید؟ ما هر مفهوم را در ویدیوی مربوطه بررسی خواهیم کرد، اما در اینجا یک مرور کلی بر این موضوع داریم که چگونه معلمان مضامین درسی مختلف می توانند در مورد ارائه ابزارهای متعدد برای تعامل، بازنمایی و بیان در پروسه یادگیری فکر کنند. برای تشویق شاگردان و انگیزه دادن به آنها، شما می توانید از روش‌های کار گروهی و فردی در جریان درس استفاده کنید. فرصت‌هایی را برای سهیم ساختن شاگردان و صحبت با آنها چه به شکل آنلاین و چه به شکل رو در رو به وجود بیاورید. شاگردان را اجازه دهید تا موضوع مورد علاقه خود را در داخل مؤلفه‌های از قبل تعریف شده انتخاب کنند. برای اینکه معلومات را به شاگردان بر روش‌های متنوع ارائه بدارید، شما می توانید معلومات را برای شاگردان با استفاده از متن، تصویر و مطالب شنیداری ارائه بدارید، یا به عبارت دیگر خوانش ویدیو، تصویر و طرح‌های گرافیکی را با هم ادغام کنید. دستورالعمل‌های ارائه کنید که راهنمودهای مشخص و الگوهای عملکردی داشته باشند. درس‌هایتان را در صنف ثبت کنید، همه‌شان یا بخش‌های از آنها را، تا شاگردان بتوانند آنها را مرور کنند و یا برای آمادگی امتحانات از آنها استفاده نمایند. و برای اینکه به شاگردان راه‌های مختلف برای نشان دادن آموخته‌هایشان را ارائه کنید، شما می‌توانید برای شاگردان روش‌های مختلف و متنوعی را ارائه کنید تا بتوانند با استفاده از آنها آموخته‌های خود را به نمایش بگذارند. به گونه مثال، از طریق پیشکش‌های داخل صنف یا ثبت شده. فرصت را برای ارائه دیدگاه‌ها و مرور مجدد درس‌ها در صنف در نظر بگیرید. تعداد کارهای خانگی و وظایف صنفی را که ساده‌تر باشند اضافه کنید تا شاگردان را برای رسیدن به نتایج خوب کمک کنند. با توجه به فضای صنف، تعداد شاگردان و سطح راحتی شخصی، این اصول می توانند بدون فناوری، با فناوری ساده یا با فناوری پیشرفته عملی شوند. با این وجود، اکثریت کسانی که از اصول UDL استفاده می کنند، اغلب به دلیل موجودیت ابزارهای رایگان و کم هزینه که امکانات یادگیری قدرتمند را ارائه می دهند، از فناوری استفاده می کنند. در نظر بگیرید که چه چیز ممکن است برای شما و شاگردانتان مفید باشد.